با درود مجدد هوشنگ انجمن پادشاهی ایران برنامه نهم. سخن ما به اینجا رسید که ما برای هویت ملیمون مبارزه میکنیم، ما برای وطنمون مبارزه میکنیم، ما برای کسانی که سر جرثقیل میرخصن مبارزه میکنیم. ملت ایران رو ترس عجیبی برداشته، ملت ایران جرأتش رو از دست داده دیگه. اگر شما دیدید زمان شاه ملت ایران اومد توی خیابون، باور کنید که اهریمن شما رو سازماندهی کرد. شما به قول معروف دیگه از تخم رفتید، دل و جرأتتون رفته، تاریخ شما رو پایمال کرد، ولی هنوز راه هست برای برگشت. قدرت اهریمن بسیار زیاده، چون نیازی به تفکر نداره، نیازی به ساختن نداره. یک ساختمون رو سالها ملتی می سازن. ساختمونه تخت جمشید 300 سال طول کشید ساختنش. اسکندر با یک کبریت آتیشش زد. خراب کردن کاری نداره. شما خراب کردید سرزمین رو. شما به فرمان اهریمن ریختید تو خیابون. حالا نوبت این هست که گوش به ندای تاریخیه. این سرزمین بدید، گوش بدید به افتخارات این سرزمین، گوش بدید به سخن زرتشت. سرزمینی که استوار بود بر پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک، امروز به این مصیبت تاریخی تبدیل شده. ملتی که واژه دزدی رو نمیشناخت. فردوسی زمانی که میخواد واژه دزدی رو توضیح بده، ما لغت نداریم براش، نمیخواد از واژه عربی استفاده کنه. البته من سر این مسائل صحبت دارم. 300 سال ملت ایران سخن نگفت، ننوشت، اجازه ندادند. زبان پارسی رو اینها هر کاری که کردند، خواستند باهاش کردند، تمام واژه های ما رو برداشتند و به عربی صرف و نحو کردند. زمانی که محمد تازی قرآنش رو از زبان سلمان پارسی میگفت، عرب نمیفهمیدن، برای که سلمان پارسی بود که واژه‌های فارسی رو صرف و نحو میکرد به عربی و میگفتن ای این عجمی داره میگه، این سخن فولادبنده با این برداشت تاریخی من از این مسئله. نمیفهمیدن چه میگه محمد. ما برای دزدی واژه نداشتیم چون در فرهنگ ما نبود. یک واژه در یک فرهنگ ساخته میشه، نمیتونی واژه ها رو ترجمه کنی. موقعی که میخواد واژه دزدی رو بگه، میمونه دو خط شعر گفته فردوسی برای یک واژه و در بیشتر شاهنامه ها با علامت سوال روبرو شده این دو خط شعر فردوسی. شباید یکی چشم رخشان کند خروشان کسی را، شباید یکی چشم رخشان کند نهفته کسی را خروشان کند، ستاننده روزشان دیگر است، کمر بر میان و کله بر سر است. دزدانی که امروز هم میبینید، پاسدارا، اون موقع هم زمان فردوسی بود، دزدان روز شب میان و دزدی میکنن. شباید یکی چشم رخشان کند نهفته کسی را خروشان کند. ملتی که واژه دزدی نداشت امروز به اینجا رسیده، امروز این گونه خموده شده.
و سر تعظیم در مقابل دشمنانش فرود آورده، سست و بیمایه شده. کسی به کمک شما نمیاد، هیچ کس. هر کس بیاد برای خودش میاد، هر کس بیاد برای کمک به جمهوری اسلامی میاد، هر کس بیاد برای کمک به غارت میاد، هر کس بیاد برای ترس و بقای خودش میاد. کسی به فکر ملت ایران نیست. در 29 سال گذشته روزانه ملت ایران تکه پاره شد و کسی دردش نیامد. اهریمن برای ویران کردن نیازی به دانش و خرد نداره، ولی ساختمان یک سرزمین، مبارزه اساسی، مبارزه‌ای که برای ساختن و برای آبادانی باشه، خب مسلما مشکل خواهد بود. کسی هم در این رابطه سرمایه گذاری نمی کنه. همه دنبال این هستن که یک سود راحت سریع به دست بیارن. کسی حاضر نیست روی مملکت خودش سرمایه گذاری کنه. کسی حاضر نیست روی سلامت یک ملت، سلامت اندیشه یک ملت سرمایه گذاری کنه. کسی حاضر نیست. کنار نشسته ملت ایران، ترسیده ملت ایران، رمیده ملت ایران. ملت ایران باید حول انجمن پادشاهی ایران متمرکز بشه. انجمن پادشاهی ایران تنها نماینده رسمی و قانونمند این سرزمینه. انجمن پادشاهی ایران از دل این سرزمین در اومده. درد و درمان رو ما میشناسیم. ما متکی به هیچ تئوری بیگانه نیستیم. ما هیچ درمان ناهمگون برای جامعه ایران نداریم. کسانی که امروز در لس آنجلس جمع شدند، همونطور که گفتم، یکی میگه من کمونیستم، بیایم جامعه ایران رو این گونه بنا کنیم. یکی میگه من سوسیالیستم، یکی میگه من مجاهدم. مجاهد اولین دشمن ملت ایران بود. مجاهدین بودند که اسلحه رو دادن دست ملا. مجاهدین بودند که به ملا آموختند که با شاه باید با اسلحه مبارزه کنن. کمونیست ها بودند کسانی که مستقیما از مسکو دستور می گرفتند. توده ای ها، سازمان چریکای فدایی خلق ایران، بدتر از همه، آگاهانه یا ناآگاهانه خاکی به سر ملت ایران ریختید شما. زمان بازسازیه. زمان کنار هم قرار گرفتنه. زمان اتحاد ملت ایران پیرامون هویت ملیش هست که چیزی جز آیین ریشه‌ای انجمن پادشاهی ایران نیست. چیزی جز سخن فولادوند نیست. به خودت بیا ملت شکست خورده ایران، به خودت بیا ملت ترسیده ایران، به خودت بیا ملت درمانده ایران. هیچ یاری، هیچ یاوری در جهان برای ملت ایران نیست و هیچ قلبی برای ملت ایران نمی تپه. تنها یک ملت سربلند، ملتی هست که برای بقای خودش مبارزه می کنه.